السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. در خدمت عزیزان کارگر هستیم، گرچه روز کارگر اردیبهشته، بله. خب امروز که ضبط میشه روز صنعت، حالا اصلا بحث خوبیه. یه خوردم میخوره به دانشجوها و دبیرستانیایی که تابستونه بیکارن، این خوبه، چون ما الان 12 میلیون بچه مسئله بیکار داریم، 5 میلیون هم دانشجو بیکار داریم، 17 میلیون نسل نو بیکارن. حالا کوچولوها و ایناشو بذاریم کنار، از این 17 میلیونه 3-4 میلیون نیرو خوب داریم که میتونن تابستونه یه کاری یاد گیرن. چون منتظر دولت نباشید، هر کس با هر خط سیاسی رئیس جمهور بشه نمیتونه سال 1 میلیون استخدام کنه، و ما سال 1 میلیون تقریبا لیسانس میدیم بیرون، سال 1 میلیون جوان لیسانس داره، فوق لیسانس داره، ولی شغل نیست. بنابراین یه کاری برید یاد گیرید، و وقتش هم تابستونه، کارهای ضروری ها. مثلا اول شنا یاد گیرید، زشته یه آدم میفته مثل آجر میره پایین، بعد این کشور شما شمالش آبه، در جنوبش آبه، و آقا مثل آجر میرفت پایین. کی بودی؟ این فوق لیسانس بود، این هم رفت پایین. بده چیزایی که زشت، مثلا زشته کسی بچه مسلمونه، بابا و ننش نسلش در نسل مسلمونه، قرآن با میکنه غلط میکنه، قرآن با میکنه غلط میکنه. شنا 20 ساعت وقت میخواد، قرآن آموزی 20 ساعت وقت میخواد. این کارهایی که کم وقت میخواد. بنابراین بحث تولید یکی زینه که به ما ربطی نداره. اینا که اومدن همه با لباس کارگری اومدن، بله مخاطب اینا هستن. ببین من مخاطبم بیشتر اون دیپلم ها و لیسانس های هستن که کار ندارن و کار نمیکنن، میگن تابستونه. خب پس بحث ما تولیده. بسم الله الرحمن الرحیم. نکات خوب اینجا یادداشت کردم، همش هم قرآنیه. یک، اصل اول اینه که خود صنعت، که حال روز صنعت هم هست ضبط میشه، صنعت یک الهام الهیه، یعنی خدا به ذهن آدم باید بندازه. مثل شعر، شاعر فکر نکنه طبع شعر داره، خدا اینو به ذهنه. همین شاعر گاهی وقتا بهترین غزل هم میخونه، دم جوب آب میشینه، هر چی میخواد یه شعر بگه نمیتونه. یه وقت هم اخواب بوله میشه خوابولو، 10 تا شعر پشت از دم میگه. خدا اصلا همه کار خداست. من خودم یه جای یه چیزی گفتم، قهقه خندیدم، عجب گول کنی. جای دیگه گفتم دم زار گریه میکنن. لب مطلب همون. خدا میخواست به من بگه تو نیستی، و انه و هوا از حکه و ابکا، او میخندونه، او میگریونه. خیلی وقتا یه چیز شما میشنوی کلی میخندی، جایی که نقل میکنی کسی نمیخنده، میگه من خودم چقدر خندیدم. بلحال برای اینا اولش، حالا خدا کمکم که الحمدلله، اولش نمیتونستم روزه بخونم. ایام عاشورا هر چی روزه میخوندم مردم میخندیدن. خیلی بده آخر روز عاشورا مردم بخنده. آخرش چیزی که آخر روز، حتی تیار روزا رفتم بیرونم کردن، گفتن تو عاشورا میخوام روزه بخونم، تو بلد نیست روزه بخونی. نامه نوشتن به امام جمعه کاشون مرحوم آیت الله یثربی خدا رحمتش کنه، که شیخی که بر ما فرستیده بلد نیست روزه بخونه. من هر چی روزه خونم میخوندم منم میگفتم، ولی اونا که میخوندن گریه میکردن، من که میگفتم میخندیدم. صنعتگرا فکر نکنن مغز متفکرن، درس خوندن مغز متفکرم هستن، اما خدا هم میخواد. حال دلیل حرفم چیه؟ علمناه صنعت لبوس، یا آیه قرآنه، یعنی ما بافندگی رو یاد فلان پیغمبر دادیم. علمناه صنعت. دو، علنا له الحدید، ما آهن رو نرم کردیم تو دست داوود. سه، اوحینا، ما به موسی و هارون وحی کردیم، تبوا آل قومکما بیوتا، به مصر بیوتا، ما گفتیم خونه بساز و چه جور بساز. چهارم، اصنع الفلک باعیننا، ما به نوح گفتیم کشتی بساز و یادتم دادیم میخو کجا بکوب، یعنی ریزش هم ما یادت دادیم. ببینا، علمنا، علنا، اوحینا،
اصنع الفرک بعین. بنابراین هر کس هر سوادی داره، اگر در مسابقات علمی برنده شدید نگید زحمت کشیدم، بگو زحمت کشیدم، استادم هم زحمت کشید، والدینم هم زحمت کشید، اما خدا هم چی؟ خواست. یا مثلا من چه بار زدم بذار تکرار کنم، ما هستیم یا خدا؟ ما هستیم ولی به شرطی که خدا بخواد. مثلا این مسئله خیلی مسئله خوبیه، تو جبر و اختیار بعضی‌ها میگن والله ما مجبوریم دست خودمونی خدا خواست، بعضی‌ها میگن خدا یعنی چه؟ خودت باید فعالیت کنی. حالا خدا یا خودمون، هر دو. مسئله که دارم این مسئله الهامات الهیه، جایی ندیدم از کسی هم نشیدم. شما وقتی میدید تعلیم رانندگی، عقل داری، چشم داری، گوش داری، سوادم داری، گازم داری، درمزم داری، اما با همه اینها اگر این مربیه نخواسته باشه هرچی هم گاز بدی اون نگه میداره. پس نمیشه گفت ما چه کاریم. نه، شما راننده هستی، آموزش میبینی، عقل و چشم و گوش و هوش و ترمز و گاز و ترمز همه چیز داری، اما به شرطی که اینم بخواد. یه آیه داریم قرآن میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، به شرطی خواسته تو عملی میشه که خدا هم بخواد. گاهی دو نفر میرن کنار رودخونه تور میندازن، یکی تور میکشه بالا 80 تومای خوب گرفته، یکی تور میکشه بالا 2 تومای گرفته. اینجا دیگه استعمار و نمیدونم پارتی بازی و بابا نشده. آخه دریا که با کسی قرارداد نبسته، مایا که با کسی زدومند بردن خوردن، بابا بله گای بردن گای خوردن گای غلط هم کردن، اما همه جای تو بگید نیست. خیلی وقتا هیچ کسی هیچ تقصیری هم نداره، یکی مایی رو میگیره بالا. حالا خدا از ما هم بنایی خواسته، قرآن فرمود استعملکم فیها. من از آیات قرآن یک کلمه‌شو می‌نویسم که اگر طلبه استاد دانشگاهی معلم مربی خواست یاد داشت کنه، همون یک کلمه رو بره پیدا کنه. خواستشم آیه رو بنویسم و معنا کنم، همه بحث تولید باید 5 جلسه سخنرانی کنم. ما شیشه عطرشو میدیم، خودت برو آب بنوش بشه گلاب. استعملکم فیها یعنی خدا از شما طلب استعمار، یعنی طلب آبادی. میان فلانی کشور استعمارگره، یعنی به اسم آبادی میاد بری کلا برداری میکنه. استعمار یعنی تلاش کن با استعمار از عمرانه، عمران آبادی، عمران آبادی. استعملکم فیها یعنی خدا از بشر خواسته که زمین رو آباد کنه با کشاورزی و با ساختمان، دامداری خواسته. ورعوا انعامکم، آیه قرآنه، ورعوا انعامکم یعنی دامداری. خب عرض کنم با دور شما که شرایط لازمه، اما حرف اول رو نمیزن. آخه بعضی ها میگن آقا آمپلیفایر نبود، من ازان بگم کامپیوتر نبود، ماشین نبود. بله ماشین، کامپیوتر، علم، تخصص، همه اینا مفیده، اما یه چیز دیگه هم هست از او غافل بشه. یه مسئله قرآن داره، سوره فاطره. من این سوره رو میخونم چند تا کلمشو بلدید. بحر یعنی چی؟ بالا بگید. دریا. ملح یعنی چی؟ نمک. هازا یعنی چی؟ این. سوره فاطر یه آیه داریم میگه ما یستوی البحران، دو تا بحر، دو تا دریا مثل هم نیست. هازا عذبون فرات، این شیرینه، و هازا ملحون اجاز، اونم تلخه. دو تا دریا مثل هم نیست، یکی شیرینه که شور. اما میگه ببین گیر نده این شور و شیرین. صیادی اگر خودت اهل صید ماهی باشی، تو هر دو دریا شور و شیرین ماهی است، یعنی گیر تو توه. تو صیاد نیستی. و تستخرجون حلیه، تو اگر غواص باشی بره لؤلؤ و مرجان، تو دو تا دریا لؤلؤ و مرجان هست. و تر عربیایی که اونم قرانه، و تر الفلک فیه مواخر، اگر تو ناخدا باشی تو هر دو دریا میتونی قایقرانی کنی. میخواد بگه گیر تو خودته، نگو اون چون کتابخونه داشت، پول داشت، داشت. نه آدم ها خیلی کم چیزی داره. بارها من اینو گفتم، از حاج احمد آقا شنیدم، خدا رحمتش کنه، میگفت امام خمینی هیچ وقت کتاباش از 200 بیشتر نشد.
ببین محسن قرائتی چند هزار جلد کتاب داره، چطور او با 200 کتاب دنیا رو تکون داد، من یه مزهرم تکون ندادم. امام جوهر داشت، من جوهر ندارم. بعضی ها لیسانس دارن، فوق لیسانس هم اصلا آدم خوبیه، باسواد هم هست، پسر خوبیه، دختر خوبیه، جوهر نداره، جوهر نداره، حال نداره. صبح قلقله کش میده، غروب میخنده. خدا رحمت کند امواتو. بابای ما گاهی وقتا دست ما از زبان میشد، گفت صبح از پشتمون میندازش پایین، غروب میرسه پایین زمین. میخواست بگه تو سردری هم حال نداره. یه خود صنعت و کار ما بخشش علمه، بخشش تجربه، بخشش هم جوهره. جوانای ما جوهر ندارن بعضی هاشون، ببخشید خیلی هاشون. زور میشه 500 نفر نشستن، میگیم آقا معظم، میگه معظم نیومده. خب نیومده که دیگه میگه الله اکبر. خب الله اکبر که تخصص نمیخواد که، ولی جوهر این که پشت الله اکبر بگه نداره، بلد نیست، میترسه بگه. مثلا معلمه، آرش میشه بگه، یا استاد دانشگاه، یا آخونده، آقا بلد نیستم. بلد نیستم جوهر میخواد، بلد نیستم، خجالت میشه. مرحوم علامه طباطبایی ترک بود. ترک ها وقتی حرف میزنن با نمک حرف میزنن، حرف زدن شیرینه. یه سوال ازشون کردن، ایشون ایتو گفت، گفت که حالا لهجه علامه رو میخوام انجام بدم اون مقدار که میتونم، اگر بگویم نمیدانم اشکالی ندارد؟ گفتن نه. گفت نمیدانم. ببینید علامه استاد مطهری هاست، اما جوهر میگه نمیدونم. آدم حد دو تا کلمه دست من برم پلوی قرآن گیرم. خب بابا تو با سباتری، ولی خب قرآن ضعیفه، او بارش قویه. یا آیت الله وقتی خود رانندگی یاد گیره پلوی اشاگه چوهر میشینه، آرش نمیشه، ما آرمون میشه. من به ای سلام کنم، او باید با من سلام کنه، من پیش کسوتم. پیغمبر که از همه پیش کسوت تر بود، به بچه هم سلام میکن. ما گیر میکنیم پیش کسوت، آیت الله، فوق لیسانس، کارشناس، دکتر، مهندس، تا اینا رو به ما میگن دیگه آرمون میشه بریم شاگردی کنیم. تابستون وقتی کار است، 10-15 ساعت بره شنا بگذارید، 10-15 ساعت بره روخونی قرآن بگذارید. هوا که داغه است، صبح که داغ نیست. هوا داغه است، صبح که داغ نیست. یا آقا رب بالا منبر سخنرانی کنه، حرفا یادش رفت. نشست، گفتن آقا چرا صحبت کنی؟ گفت یادم رفت. یه مقدار نشست، گفتن آقا حرفا یادت رفته، پلا منبر که یادت نرفته، بی پای. حالا قرآن فرمود که در زمین برکت، بارک فیها و قدر فیها اقواتا، هر چی میخواد در زمین در میاد. ترش ترش، لیمو ترش، شیرین شیرین، ترما شیرین، ترش شیرین، پرتقال و انار. آب یکی، خاک یکی، هم از این آب و خاکی که مزه نداره هیچ کدوم، نه ترش نه شیرین، از این آبی که ترشی نداره و شیرین نداره، هم ترش ترش میاد بیرون، هم شیرین شیرین، هم ترش شیرین. ولی ازم میگه بارک فیها، من تو این زمین برکت قرار دادم. ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چی که نعمت به شما میسه خزینش مال خداست. یه گوشش مثل دستمال کاغذی، دستمال کاغذی ها رو هست، یه چی شما ده بیرون میگیری، یکی دیگه میاد، میگیری یکی دیگه میاد، میگیری یکی دیگه میاد. خزینش تو اینه، خزینش تو این جعبشه، منتها دونه دونه به شما تحویل میده. کشاورزا فکر نکنن ما کشاورز، خدا میگه من کشاورزم، تو بذر پخش کردی، انتم تزرعونه. تو فکر کنی عربی ها که میخونم قولن، تو فکر کنی کشاورز تو، نحنوز دارعون، زارع منم، تو یه دون پاشیدی، من هستم که این دون رو تبدیل کردم به خوشه و توی خوشه چند تا دونه جا گذاشتم، یه دونه دادی چند تا. یه آیه داریم تو قرآن که کفار روز قیامت میگن کاش خاک بودیم، یا لیتنی کنت ترابا. یعنی چه ما خاک بودیم؟ یعنی روز قیامت میگه خدایا خاک از ما بهتر بود. چرا؟ چون خاک یه دونهش دادم یه خوشه داد. من این همه نعمت‌ها خدا رو خودم یه رکعت نماز نخوندم،
تو با همین زبونی که خدا بهت داده با هر کسی و هر کسی حرف زدی، های دو ساعت دو دقیقه با خدا حرف بدن، انصافه؟ یه حدیث داریم خدا میگه انصافته؟ تو انصاف داری؟ یه باغ انگور بهت دادم گفتم یه جعبش هم بده به همسایت، 15 کیلو گندم یک کیلو زکات بده، یه میلیون دادم 200 تومنش خمسه بده، نمیدونم خودم زحمت کشیدم، خیلی از تو بیشتر زحمت کشیدن و به پول نرسیدن. چرا میگی خودم؟ چرا میگی خودم؟ صلواتی برسید. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما لكم ما کان لكم ان تنبتوا شجرها، میگه درخت هم که سبز میشه من سبزش میکنم، اگر بخوام خوش نگرش میدارم، لو نشاءو لجعلناه حطاما، عربی ها که میکنم قرآن، بخوام درخت خوش نگرش میکنم به کی تلگراف میکنی سبزش کن؟ یه آبی که شما میخوری، یه آب شیرین، نه فکر نکن باید شیری باشه، من شیرینش کردم، لو نشاءو لجعلناه اجاجا، بخوام تلخش میکنم. اصلا ما دائما آب میخوریم یه برم نمیگیم خوب شد آب شیرین نهار گشه چی بود چه میشد. اگر صبح پا شدید ان اصبح ماؤکم غورا، صبح پا شدید هر چی میکنید به آب نمیرسید. الان یکی از دوستان فرمود که 100 متر، گفتم درخت ها اینجا زینتی ها یا میوه؟ گفت میوه بود، آب اینجا شور شد 100 متر رفت پایین، حالا اگر به 100 متر 300 متر رفت پایین چه میکردیم؟ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر پاشدید هر چی کنید با نیستید، من یعتی کن به ما امعین، کی برای شما آب میاره؟ نگو من، بگو ما، نگو ما، بگو خدا، لاغل خدا رو فراموش نکنیم. ولی زهی گفتن به اول هر کاری میخوای سوار مرکب بشی میگم بسم الله بگو، در از مثلا تا حالا نماز خوردی میخوای پنیر بخورید، همی که انتقال از این نوع غذا به اون نوع غذا یه بسم الله اضافه کن. چطور هر جنسی یه فاکتوری داره، شما دکون که میری در رقم چیز میخوری برای هر جنسی یه فاکتور داره، هر سوره یه بسم الله داره، هر جنسی یه فاکتور داره، برای هر استفاده یه بسم الله. بعدم چرا میگی ما چه رقم آب خوردن داریم؟ آب خوردن شخصی اینه، این با گربه فرمونه، گربه هم تشنه شاب بخوره، گنجش هم تشنه شاب بخوره، این انسان و گربه و گنجش یکی. ولی در قرآن یه آیه داره میگه خودت و خرت با هم، متاعا لکم ولانعامکم، این سبزی هم برای خودت هم برای خرت، یعنی در شکم خوراک پوشاش مثلا منهی بوی جن. یا آب خوردن مکتبیه اون اینه، تا آب خوردی سلام بر حسین، این میشه مکتبی. یا آب خوردن بالاتر، خدایا برای هر قطره آبی که به حق نازل شد، جاری شد، مصرف شد، برای هر قطرهش الحمدلله. یعنی ما همین آب خوردن میتونیم هی فازشو بریم بالا. این آب خوردن بود. حالا سه تا آب نخوردنم بگم، این تکراریه که میخوام بگم، تکراریه. یک، آقای الف بفرمایید. نمیخوام. چرا نمیخوای؟ من از تو بدم اومده، از دست تو آب نمیگیرم. خب این آب نمیگیره برای که غر کرده. دو، بفرما. دومی هم نمیخوره. شما دیگه چرا؟ میگه تشنم نیست. یکی نمیخوره غر کرده، یکی نمیخوره تشنه. سوم میگم شما بخور. میگه منم نمیخوام. میگم شما دیگه چرا؟ میگه چهارمی تشنه تره، ایثار میکنه. به 20 نفر نخوردن. یه نخوردن غر کرده، یکی ارزش. یه نخوره میل نداره، اونم ارزش نیست. زنده با سومی که میگه نمیخورم چون چهارمی تشنه تره، ایثار میکنه. به 20 تا آب خوردن داریم، 3 تا آب نخوردن. اصلا هنر ما همینه. شما الان کار میکنید برای خرج زن بچه، مفید است و خوبه، چون خرج زن بچه هم واجبه، خرج زن بچه واجبه. امام باقر داشت کشاورزی میکرد، یه نفر گفت آقا تو پسر پیغمبری، زشت در بی دنیا هرس میزنی. گفت هرس نیست، کشاورزی میکنم برای خرج زن بچه، عبادت میکنم. این کار شما عبادته. ولی یه وقت عبادت پررنگتر میشه، میگم میخوام ایران وابسته نباشه، میخوام ایران وابسته نباشه. یه بار میگه این هنر ما به بچه‌م یاد میگم، بچه‌م یاد میده.
حالا من اینجا الان به ذهنم رسید، فکرش هم نکردم، مشورت هم نکردم، همینطور بالبداهه به ذهنم رسید. اشکال داره هر کارخونه ای جوانای دبیرستانی و همراه باباشون بیان دبیرستان یه خورده با کار باباشون آشنا بشن. حدیث داریم نماز که میخونی بچه ها هم که 4 ساله شد بگو بشین نماز بخونم، یه بچه هی میبینه باباش دلدا شد پا شد دلدا شد، نگاه کنه، این نگاه کردن اثر داره. شما اون بر خیابا کیس دعوا شه میگم بگه به تو نگفتم، چند بار بگم با این قیافه شما اون بر خیابا جون، اون طرف میگه ببخشی معذرت میخوام، شما یه مرتبه این بر خیابا، یعنی قیافه های اون بر خیابون تو این بر خیابون اثر داره. بالاخره ای آقایون همه پسر دارن، پسراتونو با یه برنامه ریزی که حالا کارم تعطیل نشه خرابم نشه بیاد ببینه بابا چقدر جون میکنه برش کت شلوار خرده، قدر شما رو معلوم میشه. یه چیزی هم میخوام بگم برای رؤسای کارخونه، اینم کسی به من نگفته، تو حرفایی که میزنم عهدی به من یاد نده، خودم هر چیز رزقتون بشه میگم. مزدی که الان ما به کارگرا میدیم همون مزدیه که حالا یا وزارت کار یا قوانین و مقررات که من اونا رو هم بلد نیستم هم ربطی به من نداره، اما یه کارگر پیدا کردیم مزد رو میگه این رقمی مزد بدیم. حضرت موسی جوان بود تحت تعقیب بود، گزارش خورد به خونه شعیب، حضرت شعیب هم پیغمبر بود، شعیب بهش گفت کجا بودی؟ گفت فرعون میخواست بگیردم فرار کردم، اومدم منطقه‌ای که شما هستی مدین که اونجا حکومت فرعون دیگه نبود. خب در این مسیر حضرت موسی یه جوان تحت تعقیب و فراری دید کنار دو تا دختر یه مش بزغاله، گفت چرا اینجا وایسی دید؟ گفتن بابام پیره نمیتونه چوپونی کنه، ما دو تا دختر رو چوپونی میکنیم، حالا اومدیم بزغاله رو آب بدیم، سر چشم شلوغه وایسیدیم که جمعیت خلبت بشه که آب میدیم تنم به تن دخترا نخوره. موسی بزغاله رو گرفت آبش داد و گفت برید خونه، و پدرش گفت زود اومدید؟ گفت یه جوونی بزغالمون آب داد. گفت بش بگو بیاد. آمد و گفت من پیر شدم نمیتونم چوپونی کنم، دخترها چوپونی میکنن، میشه تو یکی از دخترامو بگیری تو خونه خودم زندگی کنی، دوماد سر خونه شغلت هم همون چوپونی باشه، خودم هم که شعیبم مربی تو باشم مسکن هم کنم و یکی از دخترامو بد میدم. نگفت دختر اولیان احتب نتای هاتینه، یعنی یکیشو آخه ما میگیم تا دختر اولی نرفته دختر دومی نره، حالا اگر یه دختر اول نمیخواد ازدواج کنه یا پسر اول نمیخواد ازدواج کنه خب نباید رابندو کنه بره باقیا؟ گفت یکی از دخترها کار نداره. اینجا کارفرما کی بود؟ حضرت شعیب. کارگر کی بود؟ بگید. حضرت موسی. موسی چی بود؟ یه همسر دائمی، یعنی مدیر عاملا مدیران بیان یه کار دائمی برای کارگر درست کنه، شب به شب پولش بده بخوره فرداشو چکر اول، حالا یا سرمایه گذاری کنیم یا یه هنری یادش بدیم یا یکی از بچه‌هاشو به کار بگیریم، یه کار بکنیم که این باقی باشه دائمی باشه. روایت داریم کمی که دوام داشته باشه بهتر زیادی است که یه بار مصرف باشه، کمی که دائمی باشه بهتر زیادی است که شما هفته نیم ساعت برو یه جلسه موعظه یه جلسه خوب بهتره که یه مرتبه تاس و عاشورا 24 ساعت سینه می‌زنی یه مرتبه 6 ماه مسجد نرفتی، تنظیم کنیم کار. تموم شد وقت، خیلی حرفان موند. خلاصه آقایون بدونید هرچی هست خداست، آیاتش من اینجا نوشتم، خدا میگه که سخر لکم ما در اختیارت گذاشتم، مکناهم ما امکانات بدادم، انبتنا ما سبز کردم، جعلنا من قرار دادم، مددنا من کمکت کردم، انزلنا من نازل کردم، همین زمین را بساط پهن قرار دادم، بساطا فراشا مهادا زلولا، که زمین یه دونش میده یه خوشه میده، من این کاری کردم. کار بکنیم اما از خدا غافل نشیم. یک، کار مال کارگران نیست، بچه هامون رو به یه کاری وادار کنیم، کاری که با ذوقشون میسازه، بعضی هم ذوق ماسته، مثلا من خودم ذوقش شعر ندارم ولذا سال میاد و میره ده تا شعر نمیخونم، اما ذوق قرآنی خیلی به لطف خدا بالاست. ببینید بچه چه ذوقی داره، اگر ذوق نداشته تحمل نباید کرد، تحمل نکنیم. یک نهضتی انشالله باید بشه، هر جوان دیپلم یه هنر تو 12 سال آموزش بده یه هنر یاد گیره، هر چی دوست داره
هر دانشجو هم یه هنر، دیپلمای ایران یه هنر بلدن، لیسانسای ایران دو تا هنر بلدن. چه جوری با تنظیم کرد؟ به لطف خدا قوای مسلح به فکر افتاده کار کرده، اخیراً یه بخشنامه کرده که هر سرباز بی هنر و بی مهارتی وارد پادگان میشه وقتی میره یه هنری یاد گیره. اگر استخدام شد الحمدلله، اما اگر استخدام نشد فلج نباشه. پدرم یاد میگه آقا 4 تا لیسانس دارم تو خونه نشستم، آخه چه آموز پرورشی و دانشگاه یکی 4 تا لیسانس وارد، حالا غم پدره رو زیاد کرده. حدیث داریم بچه بازوه، الان بچه شکم شده، چند تا بچه داره؟ 9 تا. چی به اینا میدن؟ بخورن، یعنی بچه نه شکم. حدیث داریم بچه بازوه، 9 تا بچه داره، خوش به حالش. پس 9 تا بچه 18 تا بازو داره. حدیث میگه بچه بازوه یعنی تولیدگره، ما بچه بازونی شکمه. 9 تا بچه دارم چی میگن؟ بخورن. این فکر منه. 9 تا بچه داره به قول اسلام میگن 9 تا بچه داره، پس 18 تا بازو داره، خوش به حالش. یه تحولایی باید بشه، انشالله قدمایی برداشته شده تو خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.